مرور تروریست دیگه است. این به عنوان پیش‌دارم درج کردم که در تایید فرمایش شما باشه که تلویزیون پارس همیشه با مردم همراه بود. مسئله دیگه آقای شرفشاهی عزیزم، یک ویدئویی داریم 1 دقیقه و 30 ثانیه است از گجستک پلید، تازی اهریمن و ایرانی ستیز خمینی جلاد. این 1 دقیقه و نیم رو که گوش کنیم، من میخوام پیرو به عرایز هفته پیشم به جهانیان و به ویژه به مردم سرحشور ایران و این نسل نوین و انقلابی ایران اعلام کنیم که مواظب باشیم. اصلاح طلب ها با صرف میلیارد ها دلار و هزینه هایی که در اختیارشون بوده و است که توضیح میدم امشب یه اسرار مهمی رو در این رابطه میگم، با همین شیوهی که خمینی میگه عمل میکنن و جاسوس های جمهوری اسلامی در صد تا سر دنیا همینطور که خمینی میگه در 1 دقیقه و نیم گوش میکنیم و بعد میگردیم که من روش صحبت کنم. بله خمینی رو بله. اگر رفت آمد اشکوکی را دیدید خودتون توجه کنید و اطلاع بدید. یه بیچاره به من نوشته بود که شما که گفتید که همه اینها باید تجسس بکنن یا نظارت بکنن، خب در قرآن میفرماید که ولا تجسسو، راست قرآن فرموده است، مطاعم هست امر خدا. این اشکالا به سید الشهدا بکنید. وقتی که اسلام در خطر است، همه شما موظفی است که با جاسوسی حفظ بکنید اسلام را. حفظ جان وابسته به این است که شما قرآن واضح است باشم، دروغ بدید واضح است باشم. اگر ما اسلام را در خطر دیدیم، هممون باید از بین بریم تا حفظش کنیم. برای همه ما واجب است که جاسوسی کنیم، برای همه ما واجب است که نظر کنیم و توجه کنیم و نگذاریم یک همچه قائلهی پیدا بشه. حفظ خود اسلام از جان مسلمان هم بالاتر است. این حرف های احمقانه است که از همین گروه ها القا میشد که خب جاسوسی که خوب نیست، جاسوسی فاسد خوب نیست، اما برای حفظ اسلام این واجب است، دروغ گفتن هم واجب است، شو به خمر هم واجب است. اگر رفت آمد اشکوکی را بله میبینیم. این آقای استاد شرفشاهی نازنین 1 دقیقه و 30 ثانیه است و تفسیر تاریخ سادات تازی است که 1401 سال ایران ما رو ویران و هر 2 سال یه بار، خصوصا توی 42 سال بچه ما رو کشتن و قتل عام کردن. اونم جوانترین نیرو، نخبه‌ترین نیرو، هنرمندترین نیرو. حالا رازی که من میخوام امشب هدیه کنم به برنامه شما استاد شرفشاهی اینه: قاسم سلیمانی که فرمانده سپاه قدس در خارج از کشور بود، در ماه میلیاردها دلار در اختیارش بود و ایران چون در تحریم اقتصادی بوده و هست از 40 سال پیش تا الان، اینها نیازمند پول بودن، یک و نیازمند این بودن که جایگاهی باشه برای پولشویی که بتونن پولا رو رد و بدل کنن. پول ها رو از طریق بانک ها نمیتونستن، از طریق مراکز فایناشل فینانس ما دیگه به فرانسه میکردن. دکتر آنجلو دالوی اینا رو بلده، یه روز دلم میخواد باش صحبت کنم اینا رو توضیح بده برای مردم، ولی مردم اطلاعات ندارن، نمیدونن اصلا، حتی متخصصین هم ندارن، حتی برنامه سازان رادیو تلویزیون این اطلاعات شوربختانی ندارن، آگاهیش ندارن. قاسم سلیمانی میلیاردها دلار جابجا میکرد، یک هزینه خود جمهوری اسلامی در خارج از کشور، دو هزینه میلیاردها دلار سپاه قدس و پابرهنهای دنیا رو که از سوریه و لبنان و عراق گرفته تا شمال آفریقا و جنوب آفریقا و آمریکای لاتین و حقوق میداد، اینا رو همه رو تامین میکرد از این کانال. در این رابطه اینها میبایستی آقای شرفشاهی استاد عزیز من پاسپورت های خارجی در اختیار میداشتن که با این پاسپورت های خارجی بتونن در امریکا، در اروپا، در جاهای دیگه یک انجمن ها، تشکیلات اقتصادی، بیزنس های کوچولو بزرگ بزنن و از اون کانال پول رو شستشو بدن. و همین خاطر بود که ده ها شاید صدها نفر گدا که تا دیروز 1 دلار پول نداشتن، نمونه های داخل ایرانش رو همه میدونن،
نمونه خارج از کشور رو کمتر میشناسن، شناسایی میکنن آدم ها رو. اینها آدم های گدا رو پولدار بکنن که مثلا اگر میخوان 1 میلیارد 2 میلیارد دلار نقل جابجا بکنن، 10% به خود اون طرف میدادن و 20% 10% هم به اون مراکز فایناشری که پولا رو جابجا میکرد، اینا جابجا میکردن که مثلا یه هتل تو فلان کشور بخرن، یه رستوران فلان کشور بخرن. رستوران و هتلی که 1 میلیارد مثلا قیمتش بود، اینا 20 میلیارد هزینه میکردن، یا یعنی 1 میلیون بود 20 میلیون. اینجوری اینها در خارج از کشور یک امپراتوری بزرگی ساختن. خیلی از بچه ها و هنرمندان و شخصیت های سیاسی رو به اینها امکانات دادن که اینا اسوسییشن های بسازن، کمک بکنن به اون، کمک بکنن به این، از اونجا مریض بیارن، و تمام اینها پولشویی بود که تو این چند ساله میلیاردها دلار جابجا شد. بعد از این که قاسم سلیمانی کشته شد، این پولها دو جا بود، یکی تو مراکز فایناشل فینانس جهانی مثل بانک هاست اونها، و یکی توی همین آدمایی که بهشون داده بود که اینا بیزنس واکنن اینها. اونا رو که اونا بالا کشیدن، یعنی تحریم اقتصادیش که کردن تمام پولا رفت، ولی پولایی که داده بود به حسن و حسین و عبدالله و جعفر و اینا که اینا بیزنس زده بودن، اینها تو دست اینها موند. و چون شرکت ها رو به گونه می ساختن که مثلا اون یارو که رئیس شرکته 5% داره ولی 95% افراد اطلاعاتی خود نظام جمهوری اسلامی بودن، این حالا همه رو جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی در خارج از کشور مثل بنیاد علوی که بنیاد پهلوی بود، اینو در اختیار دارن. به همین خاطره که من میخوام اینجا از تلاش های تیمی که ساخته شده مثل سام رجبی، اینها اقدام میکنن و بیشرفی افرادی رو در خارج از کشور نشون میدن، و اینجا مهر تایید بذارم و تاکید بکنم که جریان که این جودوکار قهرمان ملی ایران، جودوکار ما بود سام رجبی، توی ایران آقای شرفچای استاد بهش اتهام وارد کردن چون مخالف بود و ایشون مجبور شد بیاد خارج. الان این کاری که ایشون میکنه، بی شرف ها رو میاد معرفی میکنه، بهشون حمله میکنه، اینها اکثریتشون با اینکه میان یک 4 کلمه حرف میزنن در رابطه با ضدیت با نظام جمهوری اسلامی، اینا تو کادر اصلاح طلب ها هستن که میخوان انقلاب جوانان ما رو به انحراف بکشند. زیرا که آقای استاد چرفشایی، برای جمهوری اسلامی از سالها پیش دو تا قضیه حل شده که اینا میخواستن عوضم بکنن، حتی زمان مهاجرانی کار میخواستن بکنن که بعد راه کردن، یکی پرچم شیر و خورشیده، دومیش روسریه. جمهوری اسلامی توی پروژه دیرینش از که این دو مورد رو با عنوان اصلاح طلب ها در قدرت، چون اصلاح طلب ها هم نوکر ولایت فقیه هستن، اصلاح طلب ها هم جناح دیگه نظام هستن، اصلاح طلب ها هم ما دیدیم چه خاتمی، چه روحانی سرسپرده، چه ظریف، اینا سرسپرده علی خامنه ای بودن و هستن. اینها پروژهشون بود که این دوتا اوانتاژ رو بدن. اما یک اوانتاژ، یک امکان که اینها باش مبارزه میکنن و نخواهند داد، و ما بایستی مثل این که بچه هایی که مثل سام رجبی عمل میکنن، بیان یقه مردم میگیرن جلو سفارت، جلو جای کنسرت، چه میگن بگو مرگ بر خامنه ای، خمینی، مرگ بر جمهوری اسلامی. حالا یه سنجش دیگه ما باید بذاریم که اون این سنجشه که مهمه، به ما نشون میده که کی تو کادر جمهوری اسلامی برای استحاله کردنش و دزدیدن انقلاب هست نیست. اون چیه؟ اون شعار جناب شرفشاهی استاد عزیز، شعار رضا شاه روحت شاد است. الان ملت ایران که در